دلا باید به هر دم یا علی گفت، نه هر دم بل دمادم یا علی گفت. به مهر صدق باید یاد او را به هر پیچ و به هر خم یا علی گفت. دمی که روح در آدم دمیدن، ز جا برخاست آدم یا علی گفت. چنو از موج طوفانی منی خواست، توسل جست او هم یا علی گفت. عصا در دست موسی اژدها شد، کلیم آنجا مسلم یا علی گفت. کجا می شد زنده جان مرده؟ یقینی سبن مریم یا علی گفت. علی در کعبه بر دوش پیامبر قدم بنهاد، یقین او همانجا یا علی گفت. در خیبر زجا کنده نمی شد، در خیبر زجا کنده نمی شد، یقین آنجا علی هم یا علی گفت. و فرقش کی اثر می کرد شمشیر، یقین آنجا ابن ملجم یا علی گفت. یقین سریست در دلهای مردم، که در هر شادی و غم یا علی گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید امروز هم به برنامه روشنا و تسلیت میگم ایام سوگواری مولای متقیان حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام را. امروز هم در خدمت شما هستیم از طریق برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری و با موضوع آموزه های دینی سوره لقمان حکیم در خدمت شما خواهیم بود. اما امروز در ابتدا تربیت اسلامی را از دیدگاه امام علی علیه السلام به بحث می نشینیم، همراه با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم نظیفه فتحی. خانم فتحی سلام، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سال روز ضربت خوردن مولای ما امام علی علیه السلام را خدمت شما و همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که شب قدری که بر ما گذشت، خداوند متعال تقدیری که بر ما رقم زده از ما را به او راضی بگرداند انشاءالله. سپاسگزاریم از حضور شما خانم فتحی بزرگوار. بنابر این هست که در ابتدای برنامه راجع به آموزه های تربیتی و به خصوص آموزه های تربیتی اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام بحث کنیم. بفرمایید، میشنویم از شما. همونطوری که شما فرمودید، ما در مورد آموزه های تربیتی از دیدگاه سوره لقمان صحبت می‌کردیم و امروز هم به مناسبت اینکه امام علی علیه السلام یکی از مفسرین قرآن هست و می‌بینیم که نهج البلاغه اثر حضرت علی علیه السلام بسیار نکات تربیتی خوب برای زندگی ما دارد و به خصوص نامه سیویه که نهج البلاغه که توصیه های تربیتی و آموزه های تربیتی در اون بیان شده از زبان امام علی علیه السلام به فرزند خودش امام حسن مجتبی علیه السلام. خب به همین مناسبت ما هم تبرکن امروز آمدیم که بحث داشته باشیم در مورد شیوه های تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام. خب بحث شد که پس تربیت امکان دارد، وقتی که قرآن مجید از تربیت صحبت می کند. با عنوان مثال در سوره لقمان خب ما می بینیم که تربیت در اون موج می زند که انسان چگونه باید تربیت بشود، یا در سوره یوسف و همچنین آیات دیگری که داریم.
به منابع دیگر و روایت های ما که مراجعه میکنیم میبینیم از تربیت صحبت کردن. پس تربیت امکان دارد، اما این تربیت که بسیار مهم است، ما اون تربیت را به چه شیوه انجام بدیم، چه راههایی را پیش بگیریم که این تربیت تأثیر بیشتر داشته باشد، این تربیت ما مفیدتر باشد و نحوه احسن انجام بشه. بله، به نحوه احسن. و امروز در همه عرصه ها، یعنی در عرصه علوم، در عرصه کشاورزی، دامداری، در مورد مسائل سیاسی میگن که باید روشمند حرکت بکنیم. یعنی یک علم هست، اما روش اون علم چیست؟ روش علم ما را میتوانه به نتایج خوب برساند، اون علم را بر ما مطلوب بکنه، ثمر بخش بکنند. پس میبینیم روش در همه جا کار کردی بسیار خوب دارد. مثلا در کشاورزی محصول ما رو چند برابر میکنه اگر ما کشاورزی داشته باشیم که روشمند باشد. پس در تربیت هم اگر ما روش را بگیریم، قطعا ثمره عمر ما، اون چیزی که ما از عمر ما میخواییم استفاده کنیم، محصول خوب برداشت میکنیم. یعنی ما اون محصولش چند برابر میتونیم برداشت بکنیم. پس بحث روش شناسی یک بحث بسیار مهم است. بله. و میبینیم در آموزه های ما مورد تاکید است و ما به عنوان کسانی که پیرو مکتب اهل بیت علیه السلام هستیم، چی خوب است که همیشه از نکات تربیتی اونها، از راهنمایی های امامان ما استفاده کنیم، بخصوص در ایامی که به مناسبت اونها ما گرامی میداریم. بله. خب نامه 31 نهج البلاغه حقیقتا یک منشور تربیتی است. شما میدانید که امام حسن علیه السلام اون زمانی که امام علی علیه السلام این نامه را به ایشان می نویسد در سن جوانی است، یعنی سن هستند که جوان هستند، 35 سال 36 سال سن دارند. اما ببینیم که امام علی علیه السلام به ایشان توصیه می کند. بله. و او را می خواهد که بفهماند که راه رسم زندگی به چگونه باشد که انسان در اون راه رسم زندگی اشتباه نکند. بله. بهتر بهره از اون زندگی ببرد. خب مخاطب امام علی علیه السلام قطعا ما هستیم. درسته. و امام حسن و مجتبی علیه السلام خودشان یک امامان است و معصوم هستند، از پدر توصیه شده است، اما ما هم پدر معنوی ما امام علی علیه السلام می باشند و ما هم به توصیه هایشان باید گوش بدیم. خب اولین شیوه، البته اون ترتیبی که من بیان میکنم شاید اولین شیوه باشد، شیوه های بسیار متعددی در این نامه هست، نکات تربیتی زیاده هست، و اولین شیوه که ما میبینیم در این نامه امام علی علیه السلام به او توجه میکند، شیوه پیشگیری و کنترل است. یعنی ما انسان ها تحت تأثیر محیطی که قرار میگیریم، تحت اون زمان و اون موقعیت که هستیم، عوامل اجتماعی دیگر مثل دوستان، مثل آشنایان، همه اینها بر تربیت ما تأثیر دارد. بله. امام علی علیه السلام در یک توصیه، در یک روایت دیگر می‌فرماید که ای مردم، تربیت نفس‌های خودتان را خودتان بر عهده بگیرید. خب پس ما تحت یک تغییرات، یک تحولات هستیم. ابتداءً خود ما باید تربیت بشیم. یعنی که نخستین کسی که یک نفر میتونه تربیت کنه خود اوست، وجدان اوست. بله. خب وقتی مثلا اینجا امام حسن علیه السلام مخاطب امام علی علیه السلام هست، خب یک جوان بالغ است. از یک نصیحت های او را بهره مند میکند امام علی علیه السلام، اما این است که امام حسن علیه السلام حالا در اینجا به عنوان مثال خودش را باید چی؟ تربیت بکند. بله. پس امام علی علیه السلام نخست به ما این را می فرماید که خودتان تربیت بکنین خودتان را. بعد ما مسئول تربیت دیگران هم هستیم. بله. فرزند داریم، شاگرد داریم، در جامعه به عنوان خواهر یا برادر دینی سهیم هستیم در تربیت هم دیگر. پس می‌بینیم که تربیت مهم هست.
اسلام در همه آموزه‌هایش بر پیشگیری قبل از درمان تأکید کرده است. ما در جلسه قبل در مورد آیه وقایه صحبت کردیم، در سوره مبارکه لقمان داشتیم، بله بله، سوره تحریم بود آیه 6 که خداوند فرموده بود که شما خودتان را و اهلتان را از آتش جهنم و دور بگیرید. بله. پس این پیشگیری است، این کاری است که هنوز اتفاق نیفتاده، اما ما را توصیه به این کار میکنن. میبینیم در این نامه هم امام علی علیه السلام به فرزند خود این توصیه را میکنه که از روش بهره بگیر که تربیت پیشگیری بشه. یعنی مثلا ما شاید خدای نخواسته در یک مسیر اشتباه افتادیم، بعد میریم درمان میکنیم، به یک مریضی مبتلا شدیم بعد میریم درمان میکنیم، اما امام علی علیه السلام اینجا توصیه میکند که قبل از این که گرفتار یک مشکل، یک مسئله بشید، یک خطایی بشید، شما خودتان پیشگیری بکنید که دچار اون مشکل نشوید. در اینجا حضرت میفرماید من از رویش میخوانم که عزیزان، امروز روز نهج البلاغه است، خوب است که یک بار نهج البلاغه را باز بکنیم و مطالعه داشته باشیم. امام اینجا میفرماید که قلب نوجوان چون زمین کاشته نشده است. این قلب جوان آماده ای را داره که پذیرش بکند، هنوز بذر در او کاشته نشده است. بله. پس میگه که پیش از آن که دل تو، امام حسن هم میگه که سخت شود و ذهنت و عقلت مشغول امور دیگر شود، من در تربیت تو کوشا شدم. این بر ما راهکار میده امام که شما این روش را پیش بگیرید. پس ابتداءً روش پیشگیری و کنترل بهترین روشی است روش که امام علی علیه السلام بر ما توصیه فرمودن. توصیه فرمودن. سپاسگزاریم از شما خانم فتیه بزرگوار، به عنوان نخستین شیوه تربیتی که شما مطابق به نامه 31 نهج البلاغه بر ما او را بازگو کردین. بحث خودکنترلی هست، همی که آدم بتانه آگاهانه خود از یک سری مسیرهایی که آدم از رستگاری و سعادت دور میکنه باز بداره، خودداری کنه از این مسیرها و دوری گزینه. سپاسگزاریم از شما خانم فتحی بزرگوار و همچنین از شما بینندگان ارجمند که با ما همراه هستین. یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. وای بر قافله های بی قافله سالار، عنان کاروان آیا زین پس به دست چه کسی خواهد افتاد؟ وای بر همه یتیمانی که جز علی پدری نمی شناختند، زین پس آیا چه کسی نان خرمایی برای ایشان خواهد آورد؟ وای بر همه چاهایی که زین پس غریب می شوند، خلیفه تنها و چاها تنها، عمری با هم از تنهایی بیرون می آمدند، زین پس خلیفه نیست، زین پس خلیفه نیست، پس چاها تنها ماندند، آیا چه کسی آتش آبها را آبی خواهد نشاند؟ طعم تلخ بی علی بودن را حتی امروز می توان چشید، طعمی که قرن هاست زاده می شود. اما دروازه های ماه را نگاه کنید که امشب چه گستردگی فراخی دارد. نگاه کنید که پیامبر چگونه پرشور به استقبال وصی بزرگ خیش آمده است و خاتون بزرگ عرش نیز که دست در دست پدر انتظار می کشد. مهتاب رد پرواز مولا را مفروش کرده است. آری این علی علیه السلام است که پس از سالها دوباره
در کنار فاطمه علیه السلام ایستاده است. آنچنان که به پاس دیدار دوباره پیامبر بزرگ را در آغوش مهر خیش می فشارد. همراهان ارجمند، خوش آمدیم به ادامه برنامه روشنا در سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام هستیم و امروز در برنامه خود قصد داریم که راجع به آموزه های تربیتی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با شما بحث کنیم. خانم فتحی بزرگوار همراه ما هستن و به عنوان یکی از روش هایی که داشتن روش های تربیتی را میگفتین و شیوه های کاربردی را که ما میتونیم در راستای تربیت انسان از او استفاده کنیم، یکی از شیوه ها را یادآوری کردین، ذکر کردین که بحث خود کنترلی هست، پیشگیری، و میخوایم که ادامه شیوه ها را از شما بشنویم که دیگر چی شیوه های هست و یا چی راهکارهایی هست که میتونه ما را در راستای رسیدن به سعادت و رستگاری یاری کنه. بله، در فراز دیگر از نامه 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام توصیه میکنه که از تجربه های دیگران استفاده کنیم. بله. چرا که اونها تجربه کردن و شما از بهره های کنها بردن، راه کنها رفتن، اگر راه صحیح هست از بهره صحیح اون درست. از راه صحیح اونها استفاده کنیم. اگر مرتکب خطا یا اشتباه شدن، ما راه که اونها به خطا رفتن نرویم. پس دیگر شیوهی که امام علی علیه السلام در این نامه ما رو توجه قرار میدهد، به ما یاد میدهد که و کسی که میخواییم او را تربیت کنیم موعظه بکنیم، تذکر بدهیم، که این تذکر دادن و موعظه کردن باعث جلای قلب ها و روشنی دل هاست. امام علی علیه السلام میفرماید قرآن حتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این امر، این موعظه را دارن. در سوره نحل آیه 125 خداوند متعال می فرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. بله. می فرماید که ای پیامبر، مردم را وقت به راه خداوند دعوت می کنی، اونها را با حکمت، یعنی با کلام محکم متقن و موعظه خوب، حسنه یعنی موعظه کردن، نصیحت کردن، اونها را دعوت بکن. چرا؟ ما میخواییم دلیلش را همینجا بدانیم. به خاطر این که موعظه کردن یک نوع آگاهی دادن است. بله. چون شخصی که موعظه میکند از یک جای رفیع تر، بالاتر، یک تجربه بهتر برخوردار است و میخواه این تجربه، این نصیحت خود، این موعظه خودشه به دیگری هم منتقل بکنه. پس میبینیم که زمینه آگاهی رو موعظه فراهم میکنه. دقیقاً. بله. اشاره کردین به موعظه و نصیحت خانم فتحی. ما الان در بین جوانان امروزی که اگر ببینیم که اهل از پدر و مادر یا بزرگتر یا هر کسی که شما از او به عنوان یک شخص آگاه یاد میکنین، جوانان امروز ما زیاد نصیحت پذیر نیستن، زیاد همین نصیحت قبول نمی کنن. اتفاقا به نظر من بیشتر واکنششان واکنش برعکس است، خودداری می کنن از اینکه بشنون، به محض اینکه احساس کنن که طرف بله شروع کرده به پند و نصیحت و اندرز، انگار که دیگه گوشایشان نمی شنون. میخواستم ببینم آیا شیوه خاصه برای نصیحت کردن یا پند هم توصیه شده، ای که خب به هر حال یک راه و روشی داره که طرف بپذیره، ای که اگر نصیحتی هم هست برای صلاح خودش است و لزوماً این رقم نیست که ما هر چیزی را که میفهمیم و میخواییم که اون انتقال بدیم به حال یک جوان یا یک کودک یا هر کس دیگه ای، با هر لفظی که او را بیان کنیم همون قسم او خواهد پذیرفت.
این شیوه خاص او را هم اگر بر ما بگین، چون فکر میکنم بسیار مهم است، به خصوص برای پدر مادرهایی که فرزندان نوجوان و جوان دارند. بله، شما اگر نامه 31 را مطالعه کرده باشین، بله، میبینید که در سراسر این نامه امام علی علیه السلام امام حسن را به عنوان بنی، فرزندم، پسرم، بله، صدا میزند. یا ما دیدیم که در سوره لقمان، لقمان حکیم به فرزند خودش یا بنی میگه، یعنی پسرم، عزیزم، معادل اینها رو ما در فارسی هم داریم، یعنی یک حس نزدیکی و دوستی را القا میکنه. خب یا در سوره یوسف وقتی مراجعه میکنیم، حضرت یعقوب وقتی صحبت میکنن با حضرت یوسف علیه السلام، با بنی اینشان را مخاطب قرار میدن. پس لفظ که ما بیان میخواییم بکنیم بسیار مهم است، خودش باید آمیخته با مهر و محبت و عطوفت باشه. بله. زبان مهربانه که مهربان صحبت بکنیم و از طرف بفهمه که ما از یک موضع بالاتر با او، از یک موضعی که مثلا ما خود ما نظر ما با او تحمیل بکنم، بگویم من میفهمم مثلا خدای نخواسته شما نمیفهمین، از این موضع نباشه، یعنی از سر دلسوزی باشد، از سر مهربانی باشد، از سر ای باشد که حقیقتا من این چیزی که میگم با اخلاص صلاح شما را در او کار میدانم، قطعا جوان هم میپذیرد. پس خیلی مهم است که ما اول این حس بر طرف القا کنیم که ما این را به خاطر خیرخواهی تو میگیم و لزوما این نیست که ما بر جایگاه برتری جایگاه خود به تو اثبات بکنیم. بحث این است که ما میخواییم که با تو از راه خیر و صلاح و رستگاری تو پیش بریم. اول در ابتدا پس یک مقدمه چینی به کار داره این نصیحتی که میخواه که انجام بشه. قطعا ما نصیحت ها زمینه را باید مهیا داشته باشیم. مثلا شما جور که فرمودین جوان ها دوست ندارن که حرف بشنوند، بله، علل خصوص که در جمع این کار نباید صورت بگیره، که اگر جوان ما در یک جمع هست ما بخواییم شروع بکنیم به نصیحت کردن او، بله، قطعا او روحیه‌ای که باعث بشه که از ما نپذیرد تشدید میشه. و این فکر میکنم خانم فتی یک روند یک روزه و یا چند دقیقه ای یا چند ثانیه این نیست که ما همون لحظه که میخوایم که مثلا صحبت کنیم این حس سری پیاده بکنیم نسبت به طرف مقابل. فکر میکنم یک روند طولانی است، به خصوص بین ارتباط والدین و فرزند. اگر از همون کودکی این حس برای او القا بشه، زیادی از والدین هستن که خب همون مهر و عطوفت خود نمیتونن که بر فرزند خود انتقال بدن و گاهی در نوجوانی و جوانی فرزند آنقدر از والدین دور میشه که حتی این هیچ وقت نمیپذیره که بله اینا خیر و صلاح من رو میخواین. اتفاقا فکر میکنه که خب چون که اینها طرز تفکر قدیمی تر دارن، احتمالا چون من از نسل نو هستم، نسل جدید هستم، نمیتونن حرفای من رو بفهمن، صحبتای من رو بفهمن، پس صحبتای اونا رو هم برای من قابل پذیرش نخواهد بود. پس این یک روند دارم فکر میکنم که از همون کودکی باید پیاده بکنن. یک حس دوستی، رفاقت بین والدین و فرزند بسیار مهم است. درست است؟ آنچه که فرمودین کاملا درست است. چرا جوانهای ما با دوستان خودشان احساس راحتی دارن؟ بله. این حرفایی که به ما نمیتونن بگوین اما به دوستای خودشان به راحتی میتونن بگوین، و ما توصیه های زیاد داریم که مراقب دوستان فرزندان ما بشیم. چرا؟ به همین دلیل است که دوستان زبان همدیگر میفهمند، این از در این که مثلا از موضع بالاتر نسبت به هم صحبت بکنن، یا خدای نخواسته در کلام این تندی هایی که بین احیانا فرزند و مثلا والدین است نیست، میبینیم حرفای دوستا را راحت میپذیرن تا که خانواده خودشان را، در حالی که پدر مادر خیر و صلاحشان میدانن. اما میبینیم که روش بازگو کردن اون خیر و صلاح را والدین بلد نبودن، یاد نداشتن که چطور اون نصیحت خودشان را، اون مصلحت فرزند خودشان را با زبان بگویند که اون زبان تأثیر گذار باشد به
فرزند. ممنون و سپاسگزار باشم خانم فتیه بزرگوار. دوستان عزیز ما را همچنان همراهی بفرمایید. بیننده برنامه روشن هستین از تلویزیون هادی بخش فارسی دری با موضوع آموزه های تربیتی کتاب نهج البلاغه. شب بود و عشق بود و علی بود و جاه بود، شب بود و عشق بود و علی بود و چاه بود، فریاد بی صدا غم دل بود و آه بود. دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او، صبح سفید همچو دل شب سیاه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود. یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید، اشک شبش به غربت روزش گواه بود. دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب، حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود. مولا پس از شهادت زهرا غریب شد، زهرا نیار او که بر او یک سپاه بود. وقتی که از محاسن او می چکید خون، عباس را به صورت بابا نگاه بود. میسم هزار حیف که پوشیده شد سخون، رویی که بهر گم شدگان شمع راه بود. رویی که بهر گم شدگان شمع راه بود. مرد خوش آمدین به ادامه برنامه روشنا. میریم سراغ ادامه بحث خود با خانم فتیه بزرگوار راجع به شیوه های و راهکارهای تربیتی از دیدگاه مولا علی علیه السلام صحبت میکردیم. ما در دو شیوه بحث کردیم که امام علی علیه السلام در نامه 31 ما رو توصیه میکنه، یکی که پیشگیری و کنترل است و یکی موعظه و تذکر است. و عرض شد که این موعظه و تذکر هم باید با زبان مهربانه باشد، چنان که امام علی علیه السلام در سراسر این نامه از کلمه بنی با لفظ بنی پسرم امام حسن علیه السلام را که یک جوان بالغ است مورد خطاب قرار می دهد. خب اینجا سوال می شود که موعظه یا تذکر در درون خودش چی دارد که امام علی علیه السلام از گذشته ها، از تجربیاتی که میگه دیگران گرفتند انجام دادن، شما هم از اونها بهره بگیرید. چه ثمره ای دارد؟ چه آثار مطلوب این موعظه دارد؟ ببینیم که در درون موعظه عبرت ها نهفته است. این ما میتونیم از یک مسئله که پیش آمده قبل از ما از او عبرت بگیریم. خب امام علی علیه السلام میفرمایند که موعظه کنید که در درون این موعظه عبرت ها هست. موعظه حالت شنیدنی دارد، درست است؟ وقتی مثلا ما یک چیز را نصیحت میکنیم به دیگری میگیم که این کار را انجام بده یا این کار را انجام نده. خب اینجا وقتی عبرت بخوایم بگیریم که آیا انجام بدیم یا انجام ندیم، باید به شنیدن تنها اکتفا نکنیم. بله. باید به او فکر کنیم که به چه دلیل مثلا ما امر به این کار شدیم یا نهی از این کار شدیم. چرا که شنیدن تنها عبرتگیری بر ما ایجاد نمی کند. اون چیزی که ما را سعادتمند می کنه بهرگیری از او نصیحت است که در داخل خودش عبرتهای دارد. زیاد. پس وقت ما انسان‌های بصیر و آگاه میشیم،
و شاید بویم امام علی علیه السلام میگه که عبرت کلید بصیرت شما و آگاهی شماست، این است که اون را تفکر کنید و به عمل به کار بگیرید. و اگر صرف این باشد که ما یک موعظه ای را شنیده باشیم، مثل این که خدای نخواسته ما احادیث اهل بیت علیه السلام را بشنویم و هیچ عمل طبق اون دستوری که معصوم علیه السلام داده انجام ندیم، این دیگه عبرت این که ما نتیجه از اون داشته باشیم، بهره از اون داشته باشیم ما نبردیم، صرف این بوده که ما او را شنیدیم. بله. پس عبرت یک نتیجه دیگر هم بر ما داره، یک ثمره دیگر هم دارد، این است که ما در تجربیات دیگران شریک میشیم. در قرآن خداوند متعال میفرماید که شما مشورت کنید. چرا امر مشورت مورد تأیید است، مورد تأکید است؟ یعنی شریک شدن در عقل دیگران. بله درست. خب ای وقت امام علی علیه السلام میفرماید که از تجارب دیگران هم استفاده کنید، به نوع از آگاهی ها، از چیزی که اونها رفتن، از راهی که رفتن، ما هم از اون بهره میگیریم. و اگر راه درست است انجام میدیم و اگر راه اشتباه است اون رو انجام نمیدیم. پس ببینید که عبرت گرفتن بسیار ثمرات فراوان دارد. امام علی علیه السلام اینجا توصیه های زیاد دارد، به خاطر ضیق وقتی که ما داریم نمیتونیم که همه اینها رو از روی بخوانیم. اگه عزیزان ما بتوانند که اینها را از نهج البلاغه مراجعه بکنند، بسیار توصیه های گرانبهاست. یک بار دیگه اگر آدرس دقیق همین نامه را برای بینندگان عزیز ما بگید ممنون میشم. نامه 31 نهج البلاغه، وقتی عزیزان مراجعه بکنند به نهج البلاغه، نامه 31ش توصیه هایی است که امام علی علیه السلام دارد. در یک توصیه دیگر امام علی علیه السلام می‌فرمایند که ای پسرم، اگرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من زندگی کردن عمر نکردم، یعنی مثلا شما هر کسی را که قبل از امام علی علیه السلام بودن، می‌فرمایند من در اون زمان عمر نکردم به اندازه اونها، اما میگه در کردار اونها نظر کردم، دیدم که از راه و روش و تجارب انجام دادن، در اخبارشان اندیشه کردم، در حوادثشان اندیشه کردم. بعد میگه خلاصه از آن چیزی که پیشینیان ما انجام داده بود و زیباترین کارهای که اونها انجام داده بوده، من به عنوان پدر به شما نصیحت میکنم. پس گویا شما در همه عمر اونها و در همه تجارب اونها شریک هستید. و می فرمایند که اینجاست که شما خود اختیار دارید که از پند بگیرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، یا عبرت نگیرید. فکر میکنم این که ما از تجارب دیگران استفاده کنیم و از حالا ناکامی ها، کسها و پیروزی های اونها درس عبرت بگیریم، راهکارها و شیوه هایی را که اونها استفاده کردن. حالا افراد موفقی در طول زندگی، در طول تاریخ هستن که به قول شما، به همونطور که مولای ما فرمودند، اگر بخوایم اندیشه کنیم راجع به اونها، خیلی مسیر ما برای رسیدن به موفقیت، رستگاری و سعادت هم کوتاه‌تر خواهد شد و ما سریع‌تر میتونیم که این مسیر بپیماییم و یا عبور کنیم از بسیار از چالش‌هایی که دیگران اون رو تجربه کردن و ما از به عنوان تجربه و پند از او استفاده میکنیم. به نوع عبرت گرفتن چراغ راست، اینه بر ما راه را درست نشان میدهد. اگر مثلا ما در یک مسیر برویم، راه فرعی یا راه کجا بریم، قطعا به اون مسیر و اون هدفی که ما داریم نمیرسیم. درست است؟ بله. پس میبینیم که عبرت گرفتن به نوعی یک نوع چراغ راه است. خب تاریخ تکرار میشه، یعنی هر نسل میایه، نسل دیگری میایه. مهم این است که ما است تجارب دیگران از خوبی هایشان استفاده کنیم. متاسفانه این چیزی که امروز در جامعه ما هست، گویا در کشور ما تاریخ روز براز همون تاریخ گذشته ما جبران میشه. یعنی ما نامدیم که ارزش های مکتبی خودمان را بر ارزش های قومی خود ما، بر ارزش های نجاتی ما مقدم بداریم. اگر ما از گذشته های ما عبرت بگیریم که اینها این
کار را کردن، نیامدن مثلا روی اشتراکات سرمایه گذاری کنن. خب ما به عنوان یک ملت، ملت افغانستان، همگی ما مسلمان هستیم، همگی ما به یک کتاب اعتقاد داریم، به یک خدا اعتقاد داریم، به یک پیامبر اعتقاد داریم. بسیار از امور مذهبی ما اشتراکات زیاده دارد. خب ما چرا سر این مسائل نیاییم اتحاد بکنیم؟ بله. که سر مسائل با هم بحث داریم که متاسفانه باعث تفرقه میشه و دیگران هم خیرخواه ما نیستن که اونها آمده باشن مثلا خیر ما رو بخواین. ما از گذشته های ما این تجربه رو بگیریم که قومیت گرا بودن متاسفانه اینها چیزی بوده که کشور ما رو تا امروزه به جایی نرسانده. یعنی زندگی مردم ما متاسفانه به روزمرگی افتاده. یعنی فقط میگن که صبح شوه و شو شوه، تعلیم نیست، پیشرفت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما نیومدیم خود ما با هم از گذشته های ما عبرت بگیریم، ببینیم راه خطایی که اونها رفتن را نپیماییم، دوباره تکرار نکنیم که نتیجهش امروز ما متاسفانه در کشور ما میبینیم. پس میبینیم که امام علی علیه السلام چقدر هوشمندانه حالا در امر تربیت فرزند ماست، یا میتواند در امر وسیعتر مثل کشورداری باشد. در همه امور این عبرتگیری تأثیرگذار است و میتواند چراغ راه ما باشد. پس دومین روشی که امام علی علیه السلام بر ما توصیه میکنه موعظه و تذکر است، که در درون این موعظه و تذکر عبرت های نهفته است که ما از او میتونیم درس بگیریم. خب شیوه و یا راه دیگری که قبلا هم شما فرمودین که ما به چه شیوه بگوییم که فرزندان ما او از ما بپذیرن، شیوه محبت و مدارا است. شیوه محبت و مدارا مسیر تربیت را آسان تر میکنه. خب جوان ها، ما باید در یک جاهایی که مواضع دینی ماست باید محکم استاد شویم، اما یک جاهایی است که ما میتونیم با جوان ما مدارا بکنیم، با اونها همراهی بکنیم، اما اون همراهی ما در تا جایی نباشد که خدای نخواسته ما از چارچوب دین از چارچوب دین ما از اون قاعده و قوانینی که مثلا در کشور ماست یا در خانواده ماست ما خارج بشیم. اما این روش مدارا یک روش بسیار بهره شیوه خوبی است که ما میتونیم از او بهره های زیاده ببریم. و امام علی علیه السلام در اینجا همین روش را به کار برده. یعنی شما در همه این نامه میبینید که از لفظ بنی استفاده کرده، اما میبینیم که بالاتر از این هم امام علی علیه السلام در یک فراز رفعت و مهربانی خودش به نهایت میرسانه. امام میفرماید که فرزندم تو را دیدم که پاره تن من هستی. یعنی این عبارت را امام علی علیه السلام به امام حسن جوانه که مثلا 30 و چند سال هست به کار میبره. آیا ما با کوچکترهای خود ما، با نوجوانهای ما با همه الفاظ صحبت کردیم؟ از امروز تصمیم بگیریم که با این لفظ اگه با اونها صحبت کنیم مثل دوست اونها میشیم و قطعا میدونم اونها رو در مسیر تربیت درست قرار بدیم. کلام ما تأثیر پذیر تأثیر پذیر تر میشیم. بعد امام میفرماید که در حد چند 30 ثانیه انگار بله، بلکه میگه همه جان من هستی. بله. آنگونه که اگر آسیب میگه به تو برسد، انگار به من رسیده این آسیب. بله. پس امام علی علیه السلام میگه که اگر مرگ به سراغ تو آید، زندگی من میگه گرفته میشه. ببینید چقدر کلمات محبت آمیز است، چقدر کلمات است که میخواید جوان را همراه خودش بکند. بعد امام در آخر میفرماید که من این نامه را برای تو نوشتم که در سختی های زندگی رهنمون شما باشد. من زنده باشم یا نباشم، میگه این چیزی که من نوشتم، این نصیحت و این توصیه کردم، چی من باشم چی نباشم، اما این نصیحت من، این مکتوب من هست و این میتونه که راهنمای تو باشد. و انشاءالله که
همه آموزه های اهل بیت علیه السلام از جمله نهج البلاغه و بخصوص نامه 31 رهنمای ما باشد، کمکیار ما باشد در امر تربیت بهتر، و همه ما بتانیم از کلمات گوهربار امام علی علیه السلام استفاده کنیم. انشاءالله. ممنونیم از شما و از صحبت‌های ارزشمند شما و همچنین از شما بینندگان عالی قدر که ما را همراهی کردین تا پایان برنامه. اما شب‌های قدر از شب‌های دلدادگی است. ما را در گوشه ای از نجواهای خودمانیتان با خدای مهربان از دعای خیرتان فراموش نکنید. این شب‌ها آسمان نزدیکتر است. لحظه ها را دریاب. التماس دعا و بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.